رنگ به هم تا هفت روز مرد و زن هر دو روزه بدارن و در وقت افطار این مربع را به میش و زعفران نوشته بخورانن و سپس در هم بیامیزن در عرضه هفت روز حامل شوند. فتیله و سراردان، دیوان و چاریان و افریتان، دهات، کافران، عورتان، زوجیان، چفماران، بیابانی، سار و سمر، سران، ماچیان، جمعی، سر شیطان و شیاطین، فلان ابن فلان. گریخته این نقش معظم را نوشته در ساق بیندازد، نقش براخته شود، گریخته دیگر آگردد، بود به سمت خانم ندف جردد، یا ثابت الصفا، یا زام الاشتا، و مخرج المناد، یا نفس زگا، یا شاهفری، یا بدیل جمال هور و فری، یا بدو و علیگا، ملیگا، تلیگا، ملیگا، علیگا، خلیگا، عروها، 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 من دکترم، بذاری معاینش کنم. دلت خوشه بهش دست نزن. چی رو بهش دست نزن؟ آخه من دکترم، اجازه بدین ببینم. باش، ما خودمون اینجا حکیم باشی داریم. اجازه بدین آخه. خدا بیاره تو بیامرده. حکیم باشی؟ حکیم باشی دیگه کیه؟ چشم بد به دور بهتره که چشمش. خانم دختر شما رو نظر زدن. نظر زدن؟ کارون تلت جونم مرگ شده. اسم کسی رو پیش من نیارین، دوای دختر شما پیش منه، الان دواشو بهتون میدم. صد اسم اعظم رو روی این نوشتم، اینو کنار چاک چال میکنین، هر وقت سفیده و زرده تخم مرغ گندید حال دختر شما خوب میشه. خدا عوضتون بده مرتضی خان، ما همیشه اسباب زحمت شماییم. دو تومن. دو تومن؟ من یک کیسه آرد دادم به رمزون. اون سهم رمزونه، دو تومن رو به من بدین، توکلتون رو به خدا بکنید. بفرمایید. خدا انشالله حفظتون کنه مرتضی خان. خدا حفظ مرتضی خان. خدا حفظ. خب یکی دیگر بفرستم تو؟ چند نفرم من؟ هنوز آوه خیلی خودم یه نگاهی بندازم ببینم چی. اون خوشگله رو، اون که هیکلش خشنگه، اونو بفرست تو، بقیه رد کن برن. کدام؟ کدامش خواهد؟ همونی که باید دوره نافش رو بنویسم دیگه. او بله بله فهمیدم، خیلی تو راحت بشه. بفرمایید نوبت شماست. نه لیلا خانم، بدش من باید دستخالی رفت پیش ازی و یه رب بهش هم برمخورد. خیلی خوب، حالا بفرمایید تو. بله، دیدم که پوست و استخوان است.
یاد بگیرید اینجوری باید رفت پیش حکیم ها. حکیم باشی پیش از دور دیگه وقت ندارد. همه تا مرخصید حتی خود من. کنون دور ناف نویسی خیلی طول بدیشه. دلگرم و عاشق و بیقرار شود مطلوب بر چشم و لب و دهان و گردن و اندام او لایفارقت و لیلن و نها. مرتضا خان حالتون بد شد؟ خیلی. پس باید اول رمل بندازیم. عکسش آوردین؟ هرچی رمل انداختین و گفتین علاجی نکردین. این دفعه علاجشو میکنم. لایفارقت و لیلن و نهار قبضل داخل قبضل خارج قبضل داخل قبضل خارج قبضل داخل قبضل. لیلا خانم دیدمش، بد جنس. بهتون بگم که دیگه بر نمیگرده. تو رو خدا راست میگی؟ بر نمیگرده؟ نه اما میشه یه کاری کرد که یه کسی دیگه بیاد به سراغتون. میفهمین که برای این کار فقط یه راه وجود داره. باید دور نافتون رو بنویسم. اگه این کارو بکنین امیدی هست؟ بله بله. والا واسه ستاره دختر عبدالله میرابم کردم، نتیجه داد. تو هم حتما به آرزوت میرسی. هرچی مصلحت میبینین بکنم. چشم، هرچی مصلحت ببینم میکنم. قبضل داخل قبضل خارج قبضل داخل قبضل خارج. از این آقای دکتر تشریف آوردن. بله. اولین قربانیشون هم دادن. تماشا کن کجا درد میکنه بابا، کجا درد میکنه. الجن و الشیاطین یا ابو مره یا ابا مره یا ابو مره یا ابا مره. بیا این آب نبات نظر کرده است. بخور بابا، بخور. حالت بهتر شد بابا جون؟ نه. بیا یکی دیگه بخور، یکی دیگه بخور. حالت چطوره؟ آه، تو خدا بر دل سیاه کردون. بیا بخور، بخور، برده بخور. حالا خوب شدی؟ حالت خوب شد؟ رمزون جان رمزان، دست مچوالی بکنم چایی. دست ما رو خیز کرد. خداوند عمرتون بده. باشی خلاصای شما رو کرد نکنه. تبرکه دکتر تحصیل کرده چلاق میکنه، اما حکیم باشی رمال با یه آب نبات متبرک شفا میده. فهمیدین چی گفتم؟ باشی بریم. خیلی خوب، حالا ایشون برید دیگه. هر این باشی خسته است، میرد استراحت بکنم. بفرمایید برید. شما بفرمایید برید. آبی جیه دست کن کدا. مردی که هیچ دارم به اون چی کار داریم؟ میمه چی کار کنم؟ اوه نزیم ولی ولی بیا اینجا دخترم، خوب حواستو جمع کن. شنیدی که دکتر اومده اینجا؟ بله. همه امید من به توی دیگه، سفارش نمیکنم. ما باید یه کاری بکنیم که دکتره هنوز عرقش خوش نشده، دومشو بذاره رو کولشو از اینجا بره. ولی بابا اگه دیگه اگه اومگه نداره، تو میری اونجا خبر میاری که دکتره چیکار میکنه، چیکار میخواد بکنه. میدونم، اینو صد دفعه بهم گفتی. برای 101 این بارم بهت میگم، گوش به زنگ باش. خوب گوشتو وا کن. این گوشت کجاست؟ گوشت کجاست؟ خوب فهمیدی چی گفتم؟ همین الان میری خبر میاری. آه، بودو بینم، یلا را بیافت. آخه
خیلی ببخشید پدر، خونه کت خدا کجا؟ همین پشت. قربون شما پدر، خیلی ممنون. همین پشته. خدا نگهدار. آقا به سرخونه کت خدا کدوم طرفه؟ همین پشته. یه نتفه ایش هست همین پشته. دو سه روزه میخوام برم پیش حکیم باشی، هی امروز و فردا میشه. حکیمه که فقط درد منو میدونه. برو بابا، خدا پدرتو بیامرزه. پس من چی بگم؟ تو اگه بچه نداری کت خدا رو که داری، اما من بیچاره رو بگو. الان یک سال آجداره که از شوهرم هیچ خبری ندارم. خداوند عالم هیچ خونه ای رو بیمرد نکنه. ای بابا چی داری میگی؟ هر کسی تو زندگیش یک گرفتاری داره. آدم از دل مردم چه خبر داره؟ شب روز چشمم به در خونه است، همش پیش خودم میگم امروز میاد. سلام انسی خانوم. سلام کشور خانوم. سلام گلی جون، حالت چطوره؟ داشتیم از بابات حرف میزدیم، حالش خوبه؟ الحمدلله بد نیست، خوبه. میدونین دکتر اومدی؟ چشمت روشه. با چه حرفا انسی خانوم؟ مگه تو منتظر یه جوان شهری نبودی؟ چرا؟ ولی قراره فقط پیشش کار کنم. مثل اینکه موقعش گلی جون که ما سورسات یه عروسی رو راه بندازیم. چه حرفا میزنین؟ مگه میشه؟ تازه از کجا معلوم که دکتر زن نداشته باشه؟ معلوم میشه جونم. چطوری؟ اگه زن داشته باشه تو دستش حلقه داره. راست میگی. میدونی جوانای شهری وقتی زن میگیرن تو انگشتشون یه حلقه میکنن. بیرین از اون انگشتره که نگین نداره. بریم بابا، به من و خواهرشوهرم که نه نگین دارشو دادن نه بی نگینشو. خواهر جان، چیه؟ اومد. کی اومد؟ دکتر دیگه. بریم. امروز نمیشم اون ده گاردی، برو فردا بیا. این حرفا چیه کات خدا؟ من از اون ده پا شدم اومدم، حالا چطوری برام فردا بیام؟ آخه خدا رو خوش نمیاد. حیوان بیچاره من امروز خر مش جعفر رو برزده، دیگه نا نداره. باشه فردا. عجب گیری افتادیم، و یه کاری بکنین امروز تموم بشه ما کمتر بریم و بیام. چرا کفر منو بالا میاری؟ اگه میخوای این کار بشه اینقدر سر به سر. چی سر به سر شما؟ آخه چه نمیفهمی؟ این حیوان زبون بسته دیگه نا نداره، نمیتونه. دست خودش که نی، اگه فردا بیای کاسمون به زمین نمیاد. حالا تو رو خدا کت خدا یه کاری بکن، ما این همه راهو دست خالی بکنیم. خفم کرد تا که اخر نفهمتری که. معذرت میخوام، کت خدا کجاست؟ بله بفرمایید، چیکار دارین؟ من دکتر درمونگاه هم. به به آقای دکتر، خیلی خوش اومدین. قربون شما. حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم. چاق سلامتین؟ خب میدونی کت خدا، حال احوال خانم بچه ها چطوره؟ کت خدا من همین الان وارد شدم، تا رسیدم اومدم درمونگا رو تحویل بگیرم. میخوام هر چه زودتر کارمو شروع کنم. ها بفرمایید شروع بکنید. گلی، گلی. بله گلی خانم، درمونگا رو بهتون نشون میدم. بله بله. ما حیوانمون امروز عروسی شهری بخشینا میرم. بله. برمیگردم. آقای دکتر اومدن کارشون رو شروع بکنن. ببر درمونگا رو بهشون نشون بده. سلام آقای دکتر. سلام گلی، الان ترتیبش رو میدم. خب بیا بریم اون دگارنی. بیا. خیلی ممنون شما. بذارین من براتون بیارم. نه نه من خودم میارم، هیچ زحمت نکشید. ببخشید ما زحمت کشیدیم. ای با اختیار دارین. ایشون آقای دکتر هستن. سلام آقای دکتر. خیلی صفا آوردین آقای دکتر. اینجا منزل خودتونه، هر امری دارین بفرمایید. بچه نیست؟
وقتی اون طرف دواخونه رو بذارم اون طرفم تختو درست میشه. نه تختو تخت درمونگاهو میگم. آه. بقیه وسایلم تا فردا میرسه. خب دیگه کاری ندارم. گفتم که با شما کاری ندارم. شما؟ شما کیه؟ شما؟ تو؟ تو دیگه؟ آها. راستی هیچ میدونین من خیال میکردم شما هم پیرترین و هم بیریختر. آیل و میشائیل. خب تو گفتی چته بابا؟ بواشیر دارم. اینه میگیری میذاری تو اینه چیکارش کنم؟ این شمع رو میذاری توی گلدون روشنش میکنی میذاری شبا بالا سرت. این شمع که یواش یواش آب شد اونم خودش آب میشه. فهمیدی بابا؟ باشه. اگه دیدی بهتر نشد بده من خدا برکت بده. بیا پیش خودم تا شمع بزرگترت بدم. برو بابا. باشه حکیم باشه. به امان خدا. خدا حافظ حکیم. خوش اومدی. سلام علیکم. سلام علیکم پدر. ان شاء الله بلا دوره. سلامت باشی آقا. بعد الله کرد خدا چجب از این طرف. ما که همیشه مزاحمی مکین باشی. والله راستی حکیم باشی خبر داری؟ چیو؟ دکتر اومده؟ آه اون که بله با اومدن این دکتر وضع به کلی عوض میشه. باید یه فکری بکنیم. بله راستی حال انسیه خانم چطوره؟ خوبه. از وقتی فهمیده دکتر اومده ده پاک تو لب رفته. چرا؟ میدونی اون که همه امیدش به شمایه. شما به کسی اعتقادی نداره. تازه فقط شمایی که میتونی موضوع عباس آقا رو حالیش بکنی. بله اون که همینطوره. تا حالا چیزی بهش گفتی؟ یه دفعه که نمیتونم بهش بگم شوهرش عباس آقا مرده. باید ذره ذره حالیش کنم که وقت پس نیفته. شما خودت صاحب اختیاری هر طور صلاح میدونی بکن. راستی یه دوا واسه اولاغم میخوام. واسه کی؟ اولاغم دیگه. واسه اولاغ دوا میخوای چه کنی؟ آه میخوام استخوستش محکم بشه. کلک بیا این دارو رو زیر رونکی الاغت میبندی استخوستش درست میشه. باشه زیر رونکی باشه. سلام. سلام علیکم. خب چی شد درمونگاه به دکتر نشون دادی؟ آره چه دکتر خوبیه. از این کارت هیچ خوشم نمیاد. چرا مگه چم شده؟ واسه این که چشمات هیز شده. هیچ میدونی چه بلایی سر اون لیلای بدبخت اومده؟ نه مگه چی شده؟ بهتره تو ندونی. میدونم تو اصلا صلاح میدونی من این دختره رو بفرستمش اونجا؟ آره بابا خونه خودم هست زیر سر خودم هست. گوش کن تو باید خوب حواستو جمع کنی مواظب بعضی چیزا باشی. برو بابا. یادت هست سر مادر بیچاره چی اومد؟ من که تقصیری نداشتم. تو تقصیر داشتی؟ اگه نه پس تقصیر کی بوده؟ گوش کن من فقط بابات نیستم. ننه بو بابا بو آبجی و داداش و خالتم. عمتم هستم. آه یه سالت بود که مادرت فوت کرد. من به اندازه موهای سر تارت تو گرفتم. من باز خاطر تو این موهامو سفید کردم. زن نگرفتم. پس اون همه سیقه هایی که تو راو و نیمه را جور کردی چی بود؟ 6 سال فرستادم ترون تا 4 کلاس درس. خیلی خب اینا رو دیگه همه میدونن. حالا یه فکری بکنین که من پیش دکتر برم یا نرم. معلومه که باید بری. اما فقط باید مواظبش باشی اینقدرم ادا و اطفار در نیاری. پس این کت خدا کو؟ اون خیلی وقتی که رفت. کت خدا؟ کت خدا؟ او؟ کت خدا؟ کت خدا؟ کت خدا؟ نه نه بیا اینجا ببینم. گفتم بیا اینجا. بله اونجا چی کار میکردی؟ من قربون صدقه کی میرفتی؟ هیچکی با باز خودمان بودن. آخه اون که حیوونه این چیزا سرش نمیشه که تو داری قربون صدقه کی. ما انسانیت خودمون رو میکنیم. میخواد بفهمم میخواد نفهمم. زیر جن بری. نکن. ای تو دیگه نباید به این آمپولا دست بزنی. فهمیدی؟ بعد تو اینجا جای من وای میسی منم جای تو. اون وقت هر کی اومد تو پنبه رو ور میداری الکل میزنی اینجا یه دستشو مالش میدی بعدم یه قدم میری عقب. من آه
حالا تمرین کن ببینم. خیلی خوب. حالا چیکار می‌کنی؟ من دیگه نباید به آمپولا دست بله بزنم. پنبه رو ور می‌دارم. الکل می‌زنم. اینجای دستشو میمالم. بله بعدم اینجوری میافتم. این دیگه چه کاریه؟ مگه نگفتی هر کاری من گفتم بکن؟ دیگه نه این کارو. چیکار کنم تو گفتی؟ من که نگفتم زمینم باید بخوری. حالا فهمیدی؟ آره فهمیدم. خب حالا از تو شروع میکنم. چی؟ نکنه از سوزن میترم. گلی 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 بایستا. آخه چیز مهمی نیست. سلام آقای دکتر. سنا ببخشید حالتون چطور؟ بفرم بفرم خب بفرمایید ببینم خانم چه کسالتی دارین؟ آقای دکتر دل درد دارم. لطفا رو این تخت دراز بکشین. این کارا چیه؟ پیرنتون رو بندازین پایین خانم. این چه حرکتیه؟ مگه شما دور ناف نمی نویسین؟ دور ناف؟ دور ناف برای چی؟ مرتضی خان حکیم باشی همیشه دور ناف می نویسه. شما که از اونم بالاترین خب باید بیشتر بنویسین. نه خیر خانم اشتباه کردین. من رمال نیستم. این حقه بازی ها رو همون حکیم باشیتون می دونه. بریم پیش همون. پس تو دکتر نیستی؟ نه آخر بنده دکتر نیستم. خواهش میکنم بفرمایید بیرون. دیگه این طرفا تشریف نیارید. واقعا گندش در آوردید. باز من گوش ندادم. مریض داره باش تو رو خدا. سلام آقای دکتر. سلام چت خدا. ببینم چی شده. بابا اینا که مریض نیستن خودشونو مسخره کردن. حرمت این کارام دارن از بین میرن. عیب نداره راست میگی. اینا که حرف حساب سرشون نمیشه. هر کاری میکنن باید بخشیدشون. آخه حالا بفرمایید چی میگی؟ نه چت خدا حالا نه من باید برم درمون. اصلا حوصله ندارم. سر خودتون باشه بعد خدمتتون میرسم چت خدا. حرف سر اینا که اینا شما رو قبول ندارن. چطور مگه؟ نه یعنی میخواستم بگم اونا نمیدونن دکتر و درمونگا یعنی چی. مطلب ای بابا حالا بفرمایید دهنتون رو چیکار میکنید؟ بفرمایید ناراحت نباشید. این حرفا چیه؟ یا الله یا الله. بفرمایید تو. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام خانم. این خونه منه. خونم همشیره منه. اینم پسرش احمد. آها احمد آقا. بله بله. خیلی خوشحالم. آقای دکتر اومدن یه چایی میل بکنن. البته خیلی میبخشید که من با این لباس اومدم. خب کت خدا خیلی اصرار کردن منم ناچار شدم که اختیار دارین بفرمایید. اینجا نه آقای دکتر بفرمایید اون بالا. سر خودتون نمیشه بفرمایید. فرق نمیکنه. بسیار بسیار خوب. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. باید ببخشید. راستی شما و خواهرتون یه جا زندگی می‌کنید؟ از وقتی شوهرش رفته شهر پیش ما. آه صحیح. بی زحمت این چای رو بده به آقای دکتر. انسی اون قرار نبده که رو آقای دکتر. خیلی من. چت خدا. خوشو بری ببینی گاوه چشه. از صبح تالا افتاده یه گوشه یه خورناس میکشه. میگم شاید آقای دکتر بتونه علاجش کنه. چی میگی زن؟ این دکتر آدمیزاد نه دکتر حیونا. ببخشین آقای دکتر. تمنا میکنم انسی از آقای دکتر پذیرایی بکن. ناخوشیاتم بهش بگو تا یه دوایی چیزی بهت بدن. خب این گاوه هم که همش میخوابه 24 ساعت. خب حتما بیخوابی زیاد کشیده. ببخشین چایتون سرد نشه آقای دکتر. بله چشم اطاعت میشه. میدونین آقای دکتر من نمیتونم بخوابم. یعنی اصلا نمیخوابی؟ نه خیر تا صبح خوابم نمیبره. صحیح بیخوابی بد چیزیه ولی علاج داره. خوشبختانه این قرصا همیشه همراه منه. خیلی موثره. اینو بگیرید شب قبل از اینکه بخوابین یه دونه بخورید. من خودم هم به همین درد مبتلام. بهتون بر نخوره آقای دکتر. این درد با قرص مرس خوب نمیشه. ببخشید کت خدا گفت ولی من خوب متوجه نشدم. چند وقت پیش شوهرتون رفته شهر رو میگه ازش خبر ندارین. همینطوره؟ درست اصلا ازش خبری ندارم. فهمیدم پس لابد ولتون کرده. ای با چه حرفا؟ اون خیلی هم منو میخواد. پس حتما بلایی سرش اومده. چه بد زبون بلا سر خودت بیادیش. یالا پلشو بسته دیگه میخوام سفره رو جمع کنم. خیلی معذرت میخوام ولی من هیچ مقصودی نداشتم. با اجازه بدور گم شو. بیا قرصم به من بدین دکتر. قرص؟ قرص چی میخوای؟ بیا بیا نبگی با هم رفتش. پول نمیخوام. پس چی میخوای؟ یه سیگار بهم بده. سیگار؟ اینو کی یادت داده؟ دایی کرد خدا.
دایی کت خدا یادت داده با این سن و سال سیگار بکشی؟ نه خیلی، دایی کت خدا یادم داده سیگار بگیرم بدم خودش بکشه. اما من سیگاری نیستم، سیگار ندارم. نداری؟ پس خود بگیر. ای شیطون واسید کجاست کت خدا؟ میدونم که چیزیش نیست. مگه نمیبینی سار مورو گنده اونجا وایساده؟ من فقط میخواستم تا سر همه گرمه تو رو بیارم تو تویله. یعنی چی؟ نفهمیدم. منو بیاری تو تویله که چی بشه؟ دستور حکیم باشیه. حکیم باشی گفته منو بیاری تو تویله؟ دی آره، گفته گره کار ما فقط تو تویله باشی. مگه کار ما گره خورده؟ نه حکت خدا، هم بره گوش درات. منو تو داریم پیر میشیم، اقلا یکی رو میخوام که سر پیری چشم و چراغمون باشه، اجاق کور نباشیم. حاک خود تو زدی به اون راه. حکیم باشی دستور داده که این کارو حتما تو تویله بکنیم. اگرم نتیجه نداد اون وقت یه فکر دیگه واسه مون میکنه. ما بچه نمیخوایم. بذار برم کجا میری؟ بذار برم کار. بابا من نمیخوام. بابا من نخوای، من میخوام. بابا من بچه نمیخوام. آخه نه، این کارا مال من. نه 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 ماست ماست کنگر ماست 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 کنگر ماست 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 کنگر ماست ماست تن بدن ناف لب این لب مالی حاج آقاست شیرین تر از مرباست ماست ماست جناب حکیم پاشی پیش از زور دیگه وقت ندارن، شنفته این؟ پس حالا برین، برین اطرک بیان بشه تا بلان از که آمدیم با جیب پرپول بیان. بله، گفتم که از بشه بیان خوش آمده این به حق قلب به لسان البدن هر جسد المطلوب به محبت و عشق. چرا رنگتون پریده؟ دکتر درمونگا یه حرفی به هم زد که تمام تنم داره میلرزه. شما با این دکتر رفت آمد دارین؟ من نه مرتضا خان، کت خدا آوردش خونه. خیلی خوب، خیلی خوب، بگذاریم، بگذاریم. قلبتون رو تسلیم من کنید. یه بدزبونیه. آروم، آروم، آروم هم شده. الابلیس سید الشیاطین مطرود محرود مهرگوش به طرفت العین به حق ابیض و اسود. حالتون بهتر شد؟ خب حالا بگیم اینم آقای دکتر چی میگفت؟ گفت که بلای سر عباس آقا اومده. لا اله الا الله، لعنت خدا بر دل سیاه شیطون، مردشون زبونشو ببرن. من خیلی ناراحتم مرتضی خان، میشه رمل برام بندازی؟ والا عرض کنم که در این کار رمل فایده ای نداره. چاره کار رو من خودم میدونم. اینا این اون زیر پیرهنی عباس آقاست که شما بر من فرستادین. روش 40 دعای گشایش نوشتم. این زیر پیرهنی رو پشتمون آویزون میکنی، باد که اینه تکون بده، دل عباس آقام تکون میخوره، فوراً پیداش میشه، خیالتونم راحت باشه. خدا عمرتون بده مرتضی خان. مرحمت شما زیاد. بازم از این طرف ها تشریف بیارین خانم، بازم بیاین.
شما قلبتون رو تسلیم من کنین، توکلتون رو به خدا بکنین، کارا خودش درست میشه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکن. رمزون، رمزون جان، رمزون بیا اینجا ببینم. آمدم الان بیا. خدا حافظ شما رمزون. خوش آمدین، خیر پیش، به سلامت. آمدم حج بر اون ذات لعنت، کجای ذات زدن داشتم اینا رو جا میکردم، مرغا رو. خوش خبر رو نوشتی؟ شب منویس همشان، میخوای به کی بدی؟ معلومه دیگه، به انسیه. آخ چقدر از این ضعیفه خوشم میاد. والا هیچ نمیفهمم، هی میگه خوشم میاد خوشم میاد. خب بگی سیغش کن دیگه. منتظر نصیحت سرکار بودم. اون منتظر شوهرشه. اول باید شوهرشو بکشم. مگه زنده؟ نه، اما اون خیال میکنه هست. خب پس چرا بهش نمیگی؟ اگه بگم که وقتی اینجا نمیاد. میخوای من برم دور نافش بنویسم؟ تو بنویسی؟ سیب سرخ از دست چلاق خوبه؟ خودم اینجوری هم؟ آخه سوات حواری ناف نویسی من بیتر هم مردشون سوات تو ببرم. میگم چطور یه دعای جلب محبت واسه خودت بنویسی؟ الان وقتش هوا بابا، ما که دیگه خودمون میدونیم چه غلطی داریم میکنیم. سلام. سلام علیکم، بیا جلو بینم چه خبر ها؟ تو برو گم شد دیگه، برو گم شد. هی باید بیام، هی باید برم، آخه من کجا برم؟ چه میدونم، برو تو طویله دور ناف بزره بنویس. خب اینجا بینم، برو گم شد. خب بگو ببینم دکتر بعدش چطوره؟ اولندش حلقه تو دستش نداشت. دومندش به هم یاد داد چطوری سوزن بزنم. سومندش یه گرامافون آورده که از اون سازای قشنگ. چه چی رو داری مدخرف میگی؟ منظور من اینه که وضع دکتره تو درمونگا چطوره؟ وضعش خیلی خوبه، کلی هم مشتری داشت. این نمیشه. باید یه طوری جلوشو گرفت. اگه همینطوری پیش بره، این دکتره نون ما رو آجر میکنه. به خدا. وضع دکتر بهتر از اینا میشه، نمیدونی چه دستگاهایی آورده. تو باید چشم گوشتو خوب وا کنی. این دکتر واسه ما یه دشمن خطرناک شده که ریشمونو داره میزنه، به خصوص با این همه دم و دستگاهی که آورده. خب چطوره باهاش ساخت و پاخت کنیم؟ بعد فکری هم نیست. تو که نمیتونی کاری بکنی. بذار اصلا خودم برم، بلکه یه سری از کارش در بیارم. سلام علیکم دکتر، خسته بودی؟ بله چی؟ خواهش کنم، خواهش کنم بفرمایید. بوز ما سرش داغ کرده. سلام علیکم دکتر. سلام علیکم، خب چشه؟ سرش داغ کرده. چند وقته؟ نمیدونم. خب دهنتون رو باز کنید، خواهش کنم. نه ترسید، چیزی نیست، دهنتون رو باز کنید، میخوام این درجه رو بزنم زیر زبانش. ناراحت نشین، خب اینطوری که نمیشه، پس دکمه پیرنتون رو باز کنید، بعد درجه رو بزنم زیر بغلتون. اجازه بدید، آخه چیز مهمی نیست، ناراحت نشین. اشکالی نداره، حالا که اینطوره بلنشین، بلنشین رو تخت دراز بکشین، خواهش میکنم. بله، همینجا. داری شکار میکنی؟ میخوای دور نافش بنویسی؟ خجالت نمکشی؟ نه میخوام درجه بتر. درجه دیگه بدتر. مگه نگفتی سرش داغ؟ خب باید درجه بتر. سرش داغ، سرش به شقیقه شکار داره. آها بالاشو ببینم، همون حکیم باشی به درد شما میخوره. بریم ببینم، بریم ببینم، بریم ببینم. حکیم باشی رو با سر دکتر عوض نمیکنه. مرتضی خان این بابا دینمون نداره. خیلی خوب، برو فردا بیا پیش خودم. برو سلام علیکم. سلام علیکم. اینا دهاتی هستند، بعد به دلتون را ندید. اجازه میفرمایید بشینم؟ بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. بنده میز مرتضی خان حکیم باشی این ده هستم. بله. فهمیدم، حالا شناختمتون. پس شما همونی هستین که دور آدمای قشی رو با چاقو خیت میکشین؟ والا چه عرض کنم، من اینجا همه قبول دارم. منو با اون حقه بازایی که جادو جنبل میکنن و دور ناف رو مینویسن قاطی نکنین. تازه حالا که شما تشریف آوردین، با قابلیت پزشکیتون آقای دکتر وضع بهتر میشه. متشکرم، منم برای همین اومدم اینجا. ولی مهم اینه که مردم اینجا شما رو قبول داشته باشن و برای معالجه بیان. دیگه دارم پیر میشم، اونم داره پیر میشه. کت خدا رو میگم صبر داشته باشید همشیره. اگه همین روزا بچه دار نشم، دیگه باید آرزوی بچه رو به گور ببرم. همشیره چند سالشونه؟ والا نمیدونم، طرفای 40 سالمه. بالای 40 یا پایین 40؟ انگار بالای 40. راه نمیده.
یعنی چی؟ اون رملی که مال بچه دار شدنه نمیتونم بندازم. خدا جان. اما یک راهی داره. چه راهی؟ هر چی شما بگین من همون کارو میکنم. آه. شرطش اینه که از این کار هیچ کس با خبر نشه. باشه، قول میدم. حتی کت خدام نباید بو ببره ها. نه، به کت خدام نمیگم. ببین این قفلو میبینین؟ یاسین مغربی رو قفل نوشتم. این اولای دوتا اسکناس 20 تومنی میپیچی؟ دوتا ها؟ بله دوتا میپیچی. شب 12 ماه وقتی تمام اهالی ده خوابیدن میری تو قبرستون. خوب باید حواستو جمع بکنی. نمیدی؟ باشه. اونجا که رسیدی 10 قدم میری به طرف راست. آها. 10 قدم به طرف چپ. روی هر قبری که رسیدی از اونجا میشپری 7 قبر رو میگیری و میری جلو. روی قبر هفتم 7 وجب به طرف راست، 7 وجب به طرف چپ. این 60 به هر کجا که رسید انگشت سبابت رو همونجا تو زمین فرو میکنی. خوب باید حواست رو جمع بکنی. الله اکبر. آها. اونجا وسط زمینه و میدی؟ اون وقت دعای گشایش رو میخونی. اگر میخوای تو کارت گشایش بیفته با انگشت اون سوراخ رو گشادش میکنی، بعد این قفل رو وسط اون سوراخ گشاد میذاری، بعد روش خاک میریزی، بعد سرتو میذاری روش تاغواز میخوابی، بعد همزاد کت خدا میاد مرادتو میده. انشالله خدا کنه. یا الله اینجا خیلی شلوغ بلوغه. چی بهشون بگم؟ چه میدونم، یه چیزی بهشون بگو. میبخشین میدونم ناقابله، دفعه دیگه تلافیشو در میارم. خدا بیمار خدا. چشون هست اینا؟ والا یکشون میگه زبونش بار داره. خیلی خوب، بیا یه بگی از این قرصا 3 تا بهش بده، بگو یه جا بخوره و بره. اونای دیگه چی؟ به همون از دم یکی 3 تا بده. چکی بگو نظر کرده تا. چک هم میگیر بهش. بفرمایید این قرصا مال خرد نکنه، این مال تازه. بفرد شلوغ نکنه، به همه تون سلام بدن. بیاین تا حالا همچین قرصایی نکنه، همچین جگرتون جلا آمده. اینقدر شلوغ نکنه، واسه همه تون هست، نترسید. به همه تون میرسم، به قوم خیشاتون هم میرسم. بفرمایید. خب بقیهشم خودم میخورم، هرچی باشه حکیم باشی به من نزدیک ترد های اینا. شب همشه میرم بالا جان. چه خبره مگه؟ نمی سر میبری؟ این قرصای بدمستب دیگه واسه رمق نداشت. بیام تو. Thank you.
گشتم. تمام دستورات همونجور که گفته بودم انجام بده. بله مو به مو. همون جایی که گفته بودم؟ درست همونجا. اون چیز دارم بهش پیچیده بودی؟ بله دو تا بیستومنی بهش پیچیدم و گذاشتم تو سوراخی که گفته بودی. خب همزاد کت خدا ظاهر شد؟ گمونم وقتی اومد قفل و دو تا بیستومنی رو برداشت و ده در رو. دو تا بیستومنی رو برداشت ده در رو؟ بله بفرمین بالا الان خدمت میخشتم بفرمین. رمزون رمزون. بله بفرمایید. زود باش رد کن اینم. رد کن رد کن پول. پول یلا زود باش. بفرمایید همین. خب بله دو تا بیستومنی بوده. خب ببخشید جان. یلا یلا ای فروت چه بی حیا بیا بیرون ببینم با بوز من چی کار داشتی میکرم. مگه بهت نگفتم حق نداری تا بهت بکنی هیچی داشت با بوز من ور میرم. مگه نه چه تو هنوز دهنت بوده شیر میگه. اصلا تا اومدی اینجا چه گفتی نه قد خدا گفتیم بهتون بگم ننم ناخوشه. مادرت ناخوشه. زود برو بالا جام چلکیری بده به کشور خانم الان برمیگردم. بیا بری. باز به یه گیگه نه بسه یه گیگه نه وای 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 بچه گرفتنی سگردن باشد با بستم بسته باد الفی باد باد سیاه باد سفید باد ران باد کتف باد امتلا باد خطب و اولیس باد روم باد نزله باد سرد باد گرم باد استسقا از 72 ملت هر چه باشد باد بستم که بسته باد. آه آه بهتر نشدی اینا؟ نه عرض نکردم عرض نکردم که حالتون بهتر میشه. حالا بذارین این بادکشا خودشونو بگیرن. نه ناراحت نباشین این بادکشان که دارن خودشونو میگیرن. و انسیه رو خوشحال میکنین آقای دکتر. بفرمایید. سلام آقا مرتضی. سلام علیکم. حالت چطوره؟ خیلی خوبه. فردا حالش به کلی خوب میشه. چیزی نبود. باد نزلت یخته میگیره یخته ول میکنه. اولی آقای دکتر میگفت که ممکنه سرماخوردگی باشه. حکیم باشیری که میشناسین؟ بله 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 میشناسم. حالا بفرمایید بشینید. چرا دمدم هستین؟ نه کت خدا من دیگه مرخص نیستم. چرا به این زودی کجا؟ آخه میدونی کت خدا خود کار داره. ولش کن بذار بره بابا. ولش کن. خب کجای کار بودیم؟ با این وضعی که میبینم مثل این که من دیگه اینجا کاری ندارم. این چه حرفی آقای دکتر؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اون حکیم داره مداوای خودشو میکنه، شما هم دارین مداوای خودتونو میکنین. حکیم باشی هیچ وقت میگه چرا شما دارین دوا درمون میکنین؟ ها آخه کت خدا تعالی هیچ کس پیش من نیومده. اون دو سه تایی هم که اومدن مسخره بازی در آوردن. این حکیم باشیتون هم تکفیرمون کرده. این که بعضش نمیشه. بالاخره باید یه کاری کرد. باشه من حرفی ندارم. هر کمکی دستم بر بیاد میکنم. میدونم کت خدا شما واقعا به من لطف دارین. ولی در این مورد کاری نمیتونیم بکنیم. میخواین بازور همه رو وادار کنم بیان پیشتون دوا درمون کنم؟ نه کت خدا این کار اصلا صحیح نیست. من میخوام اعتماد مردم رو جلب بکنم. باید با علاقه بیان. باید باهاشون به نرمی رفتار بشه. خیلی خوب. پس هر جور صلاح میدونی بکن. اما ناراحت نباش و از این طور نمیمونم. کت خدا کت خدا کت خدا شیر محمد مار زدی. رفتم پیش بابام نبود گفتن اینجاست. اون دستش بنده. دکتر رو بردار برو. آخه خودش حکیم باشی رو میخواد. حالا دکتر رو ببر دواشو بده بعد حکیم باشی میاد دعاشو میده. خیلی خب پس من برم کیفم رو بردارم. بذار من همراهت بیام دکتر. تو بیا بریم. حالا دراز بکش. ایوا خوبه
آقای مرتضی خان دارین چیکار میکنین؟ میخوام روغن نظر کرده به پشتتون بمانم. من از شما خجالت میکشم مرتضی خان، آخه شما نامحرم. حکیم محرمه. ولی من شرم و حیا میشه مرتضی خان. روتونو بپوشید. حیا به چشم جونم، حیا به چشم. من داره چیک میکردی؟ قبضل داخل، قبضل خارج، قبضل داخل، قبضل خارج، قبضل داخل، قبضل خارج. گوش کن، ببین ناراحت نباش، چیزی نیست، من میخوام بهت آمپول بزنم، مار تو رو مسموم کرده. مار منو بزنه بهتره تا تو به هم سوزن بزنی. ولی من باید حتما بهت آمپول بزنم. کجا باشی؟ میافتی میمیری. باشه زوره شیر محمد، نمیخوام. آخه چیزی نیست، نترس. برو بابا به خودت بزن. نمیشی، هیچ ناراحتی نداره. شیر محمد کجا داری میری؟ باشه خدا چرا اینجوری منو عقلت نمیرسه؟ دکتر میخواد با نردی رفتار کنه. آخه عزیز من چرا نمیخوای بفهمی؟ اگه آمپول نزنم مسموم میشی میمیری. نمیرم. آخه تو چه مربوطه؟ من طوری نیست. نمیرم. بلم کن از جون من. چی دیدی؟ معطل نکن دکتر، زود باش. خیلی خب حالتون بهتر شد؟ الحمدلله. دست شما همیشه شفا بخش. کجاشو دیدی؟ راستی مرتضی خان، جون مرتضی خان، چه؟ میخواستم یه چیزی بهتون بگم. من دیشب خواب عجیبی. چه خوابی؟ خواب دیدم من و عباس آقا توی جنگلی داشتیم میدویدیم. جلل خالق، دیدی دایی زیر پیدنی بالاخره اونو خبرش کرد؟ جنگلی که تمومی نداشت، همش درخت. درخت؟ درخت علامت باروریه. شما به زودی صاحب چند تا اولاد میشه. از عباس آقا؟ دیگه اونشو نمیدونم، از یه مرد. از کی؟ یه مردی که به شما خیلی نزدیکه. خب باقی خوابتونو بگی. اون وقت شما از پشت درخت یهو پریدین جلو. میخواستین منو بغل کنین. چرا میخواستین منو بغل کنین؟ برای همین دیگه، مگه نگفتم درخت علامت باروریه؟ ولی عباس آقا نذاشت. نذاشت؟ این خواب شیطونیه، به درد نمیخوره. چرا؟ برای که باید میذاشت. بذارین وقتی آدم رو دلش سنگین باشه از این خوابا میبینه. بذارین بقیه‌اش چه بگم براتون. نمیخوام. شیطونیه. خوردم افتادم تو دهن شما. فکر میکنین اینم شیطونیه یا از رو دله؟ نه، خواب که آدم میبینه بعضیاش از رو دله، بعضیاش هم مربوط به روحه. با چرا هر جو خواب عباس آقا رو میبینم شیطونیه، اما شما رو که میبینم مال روحه؟ برای اینکه عباس آقا که اینجا نیستش که. خب نباشه. کسی که نباشه آدم چجوری خوابشو میبینه؟ خب بالاخره یه جایی هست. معلومه شاید هم نباشه. وای خدا مرگم بده، نکنه یه بلایی سرش اومده باشه. نه بابا، علالش برم خدا بگین چه بلایی سرش. بابا جون من شوخی کردم. نگاه کن ببین چه هوای خوبیه، یواش یواش داره بوی بهار میاد، درختا دارن جوونه میزنن، زمین داره سبز میشه، رودخونه داره پرآب میشه. ها خودم دلش میخواد توی هوا عاشق بشه، توی هوا دلش میخواد آدم نفس بکشه. باش بریم بابا، نمیذارن جادم یه نفس بکشه. بیبریم مرتضی خان، بالاخره نگفتیم سر عباس آقا چه بلایی اومدی؟ نه بابا، به دل خودت بد نیار. الان میریم تو امامزاده، تو یه شمع روشن میکنی، منم دعاشو میخونم. اصلا هم به دل خودت بد نیار. بریم بابا. خدا عمرتون بده، اگه شما نبودین من چیکار میکردم؟ من چیکار میکردم؟ مرگم بده. دیدین چطور شد؟ مهم نیست،
عیبی نداره، چیزی نشده. ببینم آقای دکتر، من حالا مثل دختر شهریار شدم. راستش چی بگم؟ ولی اونا دیگه تو محل کارشون نمیرخسن. بگیم ببینم من خوشگلترم یا دختر شهریار؟ اگه ادای اونا رو در نیاری، خب تو خوشگلتری. پس دختر شهریار رو دوست ندارین؟ خب کیو دوست دارین؟ بنام کن، من چه میدونم؟ میذاری کارامو بکنم؟ خیلی کار دارم، میشه تنها بذاری؟ پس تو از من خوشت نمیاد؟ لا اله الا الله. از کدوم لا اله الا الله ها؟ آخه چی بگم؟ هیچی بابا. تو این چند ماهه فقط یه حرف خوب به هم زدین، اونم لا اله الا الله است. خب بازم بهتر از هیچیه. گلی. بله. گوش کن گلی، ازت متشکرم. برای چی؟ برای دوختن دکمه‌های رو پوشم که افتاده بود. ایوا قابلی نداره. که یه آقایی بین شما و عباس آقا. مردی جدانه آقا، یه مرد نزدیک، خیلی هم نزدیک. نزدیک عباس آقاست؟ نه، نزدیک شما. وای، باید این دکتره باشه، خوب فهمیدید. یه رو واسه من اینه و ازرائیل شده. خیلی خوب، بهتره تا کسی ما رو ندیده از اینجا دور شیم. شما تشریف بیارین بند منزل، یه دعای شفا بخش براتون می نویسم تا حالتون خوب بشه. چه کار منیم؟ من دوا نمخوام، دعا مخوام. ببین جان من، گوش کن، اگه همین یه قاشق شربت رو بخوری بهت قول میدم که حالت خوب میشه. نمخوام، دعا به درد نمخورم، من دعا مخوام تا چاق بگردم. بهتره به زور بریزیم تو حلقش. دهنتو باز کن، باز چی کار میکنی؟ دهنتو باز کنی، من دعا نمخوام، من دعا مخوام. فقط میخوام یه قاشق شربت رو نمخوام، دعا مخوام. برش کنی نشو، من بکشی، من خودمانو باد نزله. من نمیفهم پس تو کی میخوای آدم بشی؟ بلنشه بریم بابا، به جهنم بزن، هر طوری میخواد بشه بشه. دیوونه احمق. برای که بر نگردی. آوردی بابا؟ بله، همش آوردم، خیالت راحت راحت بشه، بفرمای تو. یا الله، یا الله. سلام علیکم. بخواب بابا، چته بابا؟ سینم درد میکنه که باشه. سینت درد میکنه؟ بله. رمزون، شاخ. بفرمای. همینطور دراز بکش، تکون نخور. رمزون نمک. نمک. حالا دهنه تو باکن، باید بریزم تو حلقه. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ این چیه بعد بشتی آوردی من؟ خب چی کار کنیم؟ نداشتیم گرد رخشی یا بارو سرت کنم. به چه فرق میکنم؟ چیزی نیست بابا جون، چیزی نیست. 200 تا سرفه که بکنی حال جا میاد. یه دواییه که تمام رودل تو پاک میکنه. همینجور به خواب راحت باش، سرفه کن. این لافم بکش سرت که به زهر هم بکنی. حالا زود پاشو بزنیم به چاک تا اینجا کتکمون رو بزنیم. خیلی کرده. رمزون بابام کجا رفته؟ رفته حمام. چی کارش داری؟ با خودش کار دارم. ببینم تو میدونی مجنون محبت رو با چی درست میکنن؟ مجنون محبت؟ برای که مثل؟ به اینش دیگه کاری نداشته باش. پس تام به اونش دیگه کار نداشته باش. اگه به هم نگی منم به بابا میگم که خب کشمش کولی را با ابحل تخم پنبه خوب قاطیش میکنه. خب بعدش چی؟ اول باید نیت بکنی. اونشو دیگه میدونم. Thank you.
بخت سیاه، خوردنش آدم ها رو شل میکنه، عشقشون گل میکنه. ساخر رمزونه بدبختم شل میکنه، موقع رو پخنه خل میکنه. بس بیاد خل، بس بیاد. منو تو باید دست به یکی کنیم که خدا نذاریم تیشه به ریشمون بخوره. والا هر کاری که تو بگی من میکنم. بعد از اون همه ریش سفیدی که کردیم، بعد از اون پنج تا پیرنی که پاره کردیم، حالا بیام عقلمون بدیم دست یک جوون خام بی تجربه. قباحت داره کت خدا. اوه، این دکتره رو میگم بابا. آه فهمیدم. آه مردم چی میگن؟ تو راست میگی، اما من چی کار بکنم؟ من یه راه چاره واسه تو سراغ دارم. آه چیه؟ تو باید خودتو بزنی به ناخوشی، بگی 40 درجه تب داره. آخه چطوری؟ درجه میذارم میفهمم. نه، یه استکان آب گرم میگیری زیر پتو، درجه رو که گذاشت تو دهنه در میاری میگیری رو بخار آب جوش، درجه میکشه بالا، بعد دو مرتبه میذاری دهنت، دکتره درجه رو که از دهنت برداره 40 درجه تب داری. خیالت تخت. فهمیدو. خاصم، خاصم شب و خاصم روز و خاصم سیاه و خاصم سفید روی زمین و باس. براتون شربت آوردم آقای دکتر، حالتون رو جا میاره. متشکرم. بخورین دیگه، مال شماست، بخورین. خدایا دارم میمیرم. آه دکتر جون یه کاری بکن. کجا درد میکنه کت خوره؟ اینجا؟ اینجا؟ همه جا. ببینم. میدونین آقای دکتر، به نظر من باید بادی نزله باشه. ببینم کت خدا. آره همه جور داره میگرد. اینجا؟ بدنم یه کورا آتیش. دکتر جون چه شده؟ سرش هم داغه. اول باید ببینم تب داره یا نه. خیلی خوب دکتر جون، هر کاری دلت میخواد بکنم. شما میگی چه شده؟ کت خدا دهنتو باز کن، من زبونتو یه نگاهی بکنم. باز کن، باز کن. حالا دهنتو خوب باز کن، این درجه رو بذارم زیر زبونت. آها خیلی خوب، حالا ببندش. خیلی خوب. آقای دکتر فهمیدین چشه؟ اول باید ببینم تب داره یا نه. حالا نمیتونم بگم، علائم مرض روشن نیست، باید کمی فکر کنم. کشور خانم دکتر خوبش میکنه، بهتون قول میدم ناراحت نباشی. آقای دکتر دستم به دومن تو رو خدا خوبش کن، من فقط هم یه دارم. اینجا که همه دکتر شدن. بهتر بود اصلا حکیم باشی رو خبر میکرد. حالا دیر نشده خانم. بالا همه کارم میخواستیم بکنیم که شما رسیدی. خب این دفعه شانس آقای دکتری. خیلی خوب کت خدا تمومه، درجه رو بده ببینم. چرا پتوری کشیدی رو سرت؟ کت خدا عجیبه خانم، یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ چرا سر و تست بقیهش کو؟ من چه میدونم، همین بودم. چطور میدونی؟ نصفشو خوردی؟ نه خیر نخوردم. ای داده بیداد، زود باشی فورا تنقیه رو بریم. تنقیه؟ تنقیه چرا؟ گشایشی دادم، گشایشی آشکار. بازم بیام. بازم بیام. کی بیام؟ اگه گشایش این دفعه اثر نکرد، هفته دیگه هم یه سری به من بزن. نمیشه زودتر بیام؟ زودتر بیام.
خدافظ. یه دقیقه صاحب کنین، یه دقیقه صاحب کنین، موقعیم اومده. بفرمین. سلام علیکم. سلام علیکم. با اجازه شما. خواهش میکنم. بفرمین اون بالا. حال کت خدا چطوره؟ ای شنیدم گلاب به روتون، روم به دیفال، یه خود مزاجش خرابه. همش ناله میکنه، دکترم کاری ازش ساخته نیست. شما چرا نمیای شفاش بدی مرتضی؟ چی؟ من بیام؟ بله، شما چرا دخالت نمی‌کنی؟ خب اگه شما بخواین ما می‌کنیم. حتما باید بکنین مرتضی. خب کی شروع کنیم انسیه خانم؟ اگه میلتونه همین الان. خودتون بهم گفتین بیام رمل بندازم. آه بله بله. الشیاطین و الجن، الجن و الشیاطین. خب چی نشون میده؟ چی بگم انسی خانم؟ چطور شده مگه؟ قوت قلب داشته باشی. عباس آقا رو دیدم. کجا کجا؟ یه جای دور دراز کشیده بود، به خواب ابدی فرو رفته بود. آه عباس جونا، عباس قربونت برم. ناراحت نباشی عباس جونا، قوت قلب داشته باشی انسی خانم. گلاب گلاب زنده باشه. تو رو به خدا ساکت باشید، آروم باشید. این شطوریه که در خونه همه میخوابه. ببینید دنیا مثل یک مسافر خونه میمونه. ما هممون یه چند روزی مهمون اون هستیم. یکی دو ماه، یکی 10 سال، یکی 70 سال، یکی هم 100 سال. خواهش میکنم، شما جوونین، طراوت دارین، اینطور گریه نکنی خانم، حیفه. من بدون اون چطور میتونم زندگی کنم؟ این حرفا چیه میزنی؟ مگه من مردم؟ من هر کاری از دستم بر بیاد برای شما میکنم. اصلا خیال کنین من عباس آقا هستم، هر کاری که عباس آقا بکنه من هم میکنم. آخه من حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم دیگه. تو این دنیا هیچ گیاد کنم من عباس آقا میزنیم. من مردم، من گردن شکسته برای شما عباس آقا. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خراب ببینین چی کنید. یا الله چیه بابا، چه خبر شروع کردی؟ شما خواهش میکنم بفرمایید اون بر بشینید. بفرمایید. هیچیش نیست، دوای دردش پیش خودمه. هیچ ناراحت نشید. هیچ ناراحت نشید. دهش به من جام چلکلی. جام چلکلی. چشم. آب مرد شورخانه. آب مرد شورخانه. این که شاخه. بفرمایی. بیزه مرغ سیاه. بیزه مرغ سیاه. بفرمایی. این بیزه. جن و الشیاطین. جن و الشیاطین. آخ. آقا مرتضی باد نزله است. اسم مرض رو نیارین خانم، یه بادی هست دیگه، اجگاه نشما. باشا آقا مرتضی، یه هفته است که این دکتره داره تنقیه هم میکنم، دیگه دل روده واسه هم نمیتم. بهش میگم باده، اما چه فایده. حالا درست. بفرمایی. این روزنامه خارجی نجسه، بری یه چیز دیگه بیاریم. منقل اسفند. چشم. نانجن نوبل شیاطی، نانجن بیا کت خدا، یه خود عزیب بخور، دوای دردت همینه. مردم آمدن. خورن، بازم دارم میان. خیلی خوب، خیلی خوب. الجن و الشیاطین، الجن و الشیاطین. بیا بابا، یه خود از این بخور، حالت خوب میشه. آه، قد خدا، چطوری، حالت چطوره؟ شدی؟ آه، چشام باز شد. آه، نگفت. چشام باز شد. آقا مرتضی، بفرمایید، اینم اسفند. اسفند، اسفندونه، اسفند 33 دونه. از بیرون تا به خونه، از خیش تا بیگونه. بهتره که چشم حسود و دیوونه. نگفت. اون دارو بده بینم.
بفرمایینم دا بجا درد میکنه چی؟ هیچ جام درد نمی کنه هیچ جام درد نمی کنه یواشتر بزن خیلی خوب تو شفا یافتی تماشا کنی نگاه کنی همش خورد شده نگاه کنی تا کور شد هر آن که ندارد حالا خوب شد شفا پیدا کرد این مسخره بازی شما ها دوکون باز کردین رمزان جان رمزان شما شفا بخشه بذار پالپاتون رو ماچ کنه یادید میکنه دستتون رو ماچ کنه خدا سایتون از سر ما کم نشونه جان شما رشید و نجیب سنگان امروز در خانه کت خدا معجزه ای روی داد که در تاریخ ثبت خواهد شد نه در تاریخ دبابت بلکه در زمره دعا و تلسم و حجامت در همه شهر یک سر نیشتر است در پای کسی رود که درویشتر است قربان اون دهنه ای خره ببینو ایمان بیا این دکتر میخواست به کت خدای عزیز شما نیشتر بزنه نیشتر خدا نیشترش بزنه گر در همه شهر یک سر نیشتر است در پای کسی رود که درویشتر است با این همه راستی که میزان دارد دارد میلش طرفی ببرد که آن بیشتر است اهالی محترم سنگان همه با من یک دل و یک صدا دم بگیرید دکتر نمیخوایم حکیم و میخوایم نیشتر نمیخوایم نیشتر نمیخوایم دکتر نمیخوایم حکیم رو میخوایم نیشتر نمیخوایم نیشتر نمیخوایم نیشتر نمیخوایم نیشتر نمیخوایم کت خدای ما نیشتر نمیخواد همین بسشه بیشتر نمیخواد بیشتر نمیخواد بیشتر نمیخواد مرده با دوا زنده با دعا هر کس ناخوشه اینجا و اونجا تلسم و دعا میدهد شفا مرده با دوا زنده با دعا مرده با دوا زنده با دعا سرازیری قبل لال نمیری بلند رد بده مرده با دوا دوره شکمش پره از معجزه امروز دل خوره هیچی نداره فقط ادعا مرده با دوا زنده با دعا مرده با دوا زنده با دعا مرده با دوا بدزادهای حق باز خیال میکنن حالو گیر آوردن میدونم باشون چی کار کنم حساب همشونو میرسم باید هر طور شده بود کت خدا رو خوبش میکردی تمام کاسه کوزه ها رو سر من شکست چرا تو؟ پشتی تو رو کردم باره بابا تو رو خدا نگاه کن گرفتاریم کم بود این یکم اضافه شد ناراحت نشو میخوای یه چیزی واسه درست کنم شربت میخوری؟ نه آره بسم بیار چشم الان میارم
بخور، آرومت میکنه. مردم اینجا خیلی حرفا میزنن، ولی تو کار خودتو بکن. چی رو کار خودمو بکنم؟ اصلا من میرم شکایت میکنم. حالا بخور، بخور دیگه. بخور. خب تو هم بخور دیگه، بخور. یاد چه مزه ای داره؟ مزه ای آب چاه میده، یه طوریه. دلت یه جوری میشه؟ نه، اگه باید طوریم بشه. میگم حالت خوبه؟ منو چه شکلی میبینی ها؟ چی میگی بابا؟ من حالم خیلی هم خوبه. چی شده؟ چی بود به خوردم دادی؟ هیچی به خوده، فقط یه خورده زیادی ریختم. چی رو ریختی؟ معجونو. معجون؟ آره. وای دلم، معجون. اصلا تو چی هست؟ من دختر مرتضی خانه حکیم باشی هم، مگه نمیدونی ولی تو رو میخوام. حالا فهمیدم، شما همه تون دست یکی کردی که منو از بین ببرید. سب کن، بهت بگم، تو رو خود سب کن. من برده سیا میشودم شید، بیچارشون میکنم، پدرشون رو در میارم. منظور بدی نمیشتم، تو رو بسیده کردم، میخوان منو بکشن. من الان میرم پاسگاه. اینا چی خیال کردن؟ نه به خدا، نه تو سه حقیقتو بگم، اونا خواستن من وسیله کنن، ولی من تو رو میخوام، از خاطر تو این کارو میگردم. چرا گریه؟ چی شده بابا؟ من میرم پاسگاه میندازم بهشون زندون. دارن میان منو بندازم زندون. آخه من با تو چی کار کنم؟ رفته به یارو معجون داده، اونم رفته شکایت کرده. آخه تو چه دختری هستی؟ چرا آبرو منو میبری؟ شما چجور بابایی هستین؟ با من مثل یک دست جارو رفتار میکنی؟ کلفتی میکنم، خبرچینی میکنم، واسه جادو جنبل جور میکنم. غلط ها چیه میکنی؟ میبینی انسی خانم دارا و زبونه رو؟ حالا دیگه بچه ها به باباشون امر و نهی میکنه. بچه هست؟ چی چی رو بچه هست؟ همش میگن بچه. خفه شو، انسی جای مادر توه. مگه من دل ندارم؟ چرا نمیشه عاشق اون دکتر بشم؟ واسه چی؟ واسه اینکه خوبه، با سواد دکتر شهریه. ده بس، من یه آدم دهاتیه، بی سواد رمالم. همین دهاتیه بی سواد رمال میخواد تو یه شوهری بکنی که خوشبخت بشی، میخواد که تو زندگی کم و کس نداشت. ولی من فقط اونو میخوام. تو غلط شما بری کنار برو کنش، برو تو اتاق، همینجا حبس میشی تا دیگه تو روی بابات وای نستی. مرتضی آمد. حالا میخواین چیکار کنه؟ هیچی دخل جفتمون آقا مرتضی، ایشانه میخواین چیکار کنه؟ بی زحمت شما بفرمایید تو. بفرمایید. چه خاکی به سرم شد. کنم خاک. خدا چی از شما شکایت شده مرتضی خان. شکایت شده؟ من که کاری نکردم سرکار، همش دروغه. من آدم با وجدانی هستم، همه منو میشناسن. اتهام تو اینه که میخواستی آقای دکتر رو با اون معجون سر به نیست بکشی. چه معجونی سرکار؟ چه دوایی؟ مگه من دادم؟ چی داری میگی؟ بی خود موضوع رو با هم قاطی نکن. تو باید شدی تمام اهالی ده بابن بد بشن. تو با دختر دست یکی کرده بودی که دخل منو بیاری. ببین آقای دکتر، شما دارین پای منو به جریاناتی میکشین که اصلا به من دخلی نداره. اصلا من تو این کار دخلی دارم که بخوام دخل شما رو بیارم؟ دخل ایشون به دخل بنده چه دخلی داره؟ چه خبر دخل دفتر وردی؟ مگه اینجا دکون بقالیه؟ اصلا بهتره سر تای موضوع رو یه جوری هم بیاریم. چیزی نشده، یه سوء تفاهم شده با آقای دکتر. درسته سرکار، بهتره سر تای موضوع رو هم بیارین و پروندرم به چپارین اوزی دیگه حرفشم نزنه. بس ما باشیم بریم دیگه. بله خودم مرتضی خان، یه خورده یواشتر. اینقدر خودتو به کوچه علی چپ نزن، خودت خوب میدونی که یه چیزای دیگه هم هست. قربان کت خدا رو آوردم. بفرستش تو. جناب کت خدا بفرمایید. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سرکار دروغه، همش دروغه. بفرمایید. باریک الله، عجب شاهد حسابی آوردن. چی دروغه؟ سرکار، من ناخوش شدم، دکتر اومد بدترم کرد، اما مرتضی خان اومد حالمو خوب. بفرمایید. یه چشم به هم زدن معجزه کرد. معجزه نکردم من. خرابازی بازی بسته دیگه. سرکار شما میخواین به مزخرفات این حقه باز شارلاتان گوش بدین؟ ها
حق بعد شارلتان برای حتی نشته پس همه تو میخواین زیرش بزنیم یعنی شما نخواستین علیه دکتر دست به یکی بکنین؟ نه سرکار اگه اونم زیرش بزنه ولی یه نفر هست که حقیقتو بگه اونم دختر خود این بابا اتخاذ سند میکنم ایشون با دختر بنده چی کار داشتن بهتره بریم ببینیم خودش چی بله اینطوری بهتره بریم بفرمایید سرکار بریم کجا بریم سرکار گلی نمیتونه شهادت بده پس چی گلی دختر نابالغه نمیتونه شهادت بده ما نمیخوایم اون شهادت بده ما فقط میخوایم حرفاشو گوش کنیم زود باش بیا سرکار مرتضی خان مرتضی خان یه دقیقه بیا اینجا چی میگی تو زود باش بهش دستک به چی دست منه شاخ بزواس رفع قضا و بنا حالا یه دستی بهش بکش ما خودمون میدونیم این معجزه دیگه شاید این دفعه دردی دوا بکنه مگه درد تو رو دوا کنه برو که تفرش برو های خدا کت خدا بی بریم تو برو من میام منتونریم بیتره سرکار سرکار متهم و جواب گذاشته سرکار یه دقیقه صبر کنید من الان خودم همه چی رو واسه تون روشن میکنم من و کت خدا تصمیم گرفتیم با آقای دکتر یه شوخی کرده باشیم آخه ما که اینجا تفریح دیگه ای نداریم خواستیم با آقای دکتر یه شوخی کرده باشیم آه حالا به شما برخورده آقای دکتر کی بهش برخورد شما با من شوخی کردین منم با شما شوخی میکنم معامله است دیگه معامله جنسی شوخی با شوخی خالص خان دیگه شورشو در آوردی شوخی شوخی دو تا باغ و کلی گاو و گوسفند و دو سه تا آغل داری اصلا این همه پول از کجا آوردی بابا من یه عمر دارم کار میکنم به مردم اینجا خدمت میکنم اصلا این قانون از کجا آورده ای با تو سر من خراب بشه هیچ کی دیگه اینجا پول در نیورده هیچ کی دیگه مفخوری نکرده به من بگی هیچ گناهی هیچ کی نکرده هر قاضی که هیچ گناهی نکرده منو بدین بهش محاکمه بکنن شما مفتی کار میکنی آقا من دو آب و معجون از این جور چیزا که نمیفروشم مردمی که به این چیزا عقیده دارن عدهشون خیلی بیشتر از اونایی که به دکتر دوا عقیده دارن شما اسمشو بذارین خرافات مردم عقیده دارن الان خود شما سرکار هیچ وقت شده ناخونتون شبا بگیرین آب جوشو بدون بسم الله دم غروب رو زمین بریزین به خدا قسم میکنم همین الان تو جیبتون یه نظر قربونی هم هست خب حالا این عیبی داره که مردم از دوا و درمون آب و اجدادیشون خوششون میاد بهش عقیده دارن منم راضیشون میکنم تازه بعضی وقتا واسه ایمونی که به کارهای من دارن اصلا خوب میشن حالا نمیخوام خوب بشن خیلی خوب نشن بلم کنیم به هر حال آقا من تمام حرفامو زدم دیگه مرزی ندارم میخوایم باور کنیم میخوایم نکنیم تموم شده رفت ولی من خیلی حرف دارم میریم پیش گلی تا اصل موضوع روشن بشه بشه خوب بریم برو تو دارین که این اتاقه گلی در واکن گلی در هست خوش خوف کرده گلی با تو هم در واکن چرا جفت دی؟ چی شده گلی؟ چته؟ جواب بده گلی جونم با تو هم نقدر هم از دستم رفت گلی جونم اینم یه حقه بازیه دیگه همشون با هم دستم دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم گلی جون جواب بده چته؟ گلی با تو هم های دکتر گلی کجا داری میری؟ گلی من شکایتی که ندارم هیچی از این ده هم میخوام برم باریکلا من رو سفید کردی باریکلا حالا بلند شد دیگه رفتن باشو بابا باشو تو جواب بده باشو رفتن دیگه نقش کن باش کن بالاخره فهمیدی چشه یا نه؟ چیزیش نیست دختر من قشیه گاهی حالش به هم میخوره من دواشم خودم دارم شما راحت باشی ناراحت نم ای بی نداره وقتی حالش بهتر شد بعد بیای پاس بفرمایشون گوش کن تو بعدم برگرد وقتی حالش جا اومد هر دوشونو بلا فاصله بیار پاسکار اطاعت قربان گلی جو پاشو دیگه پاشو رفتن پاشو گلی جو پاشو رفتن دیگه پاشو جواب بده با تو هم گلی دخترم خود نگی کرده به دار برده یعنی گام چی بینه هم گلا زود با من بیان گلی حالش بده بازم شوخی گرفته برو اگه نره این دفعه کاری رو که نباید بکنم میکنم قسم میخورم که این دفعه شوخی و مسخره بازی نیست باور کن دخترم جونش در خطره ولی من که حرفاتو باور نمیکنم دکتر گلی داره میمیره اگه نره میرم ازت شکایت میکنم تو که زیاد نباید ناراحت بشی دو سه تا رم بنداز کارو درست میشه آره تو شوخیت گرفته
داره به جون عزیزترین کست قسمت میدم. تو فقط میتونی جون اونه نجات بدی. دکتر کلی اگه بمیره خونش پای توه. دکتر اون وقت داره تو خودکشی کرده. چی؟ حال وقتی حرفا نیست باید بریم نجاتش بدیم. خیلی خوب را بیا بریم زود باش. بیا گلی، گلی، گلی بیدار شد، بله شما آقای دکتر ام نداره، ام نداره، گاهی وقتا اثر اینجور چیزا خیلی بیشتر از دعا و دواست. نفس زن واسه مرد شفا بخشه، نفس مرد واسه زن. تو دیگه واسه چی اومدی اینجا؟ چرا مادت برده؟ میگم اینجا اومدی چیکار؟ میخواستم بپرسم نفس باز چطور؟ مهم نفسه، دو تا نفس باید با هم بسازن. حالا از کجا میدونی که نفسای ما با هم میسازن؟ مگه نفس منو امتحان کردی؟ بله، حکیم باشی پیره دیره، استخون خورد کرده. الان چند ماهی که بهم الهام شده، همه چی رو فهمیدم. نمیبینی که ریختم عوض کردم؟ یه شب خواب دیدم که رو تو از من برگردوند. گفتم چرا قهر کردی؟ در عالم خواب گفتی که ریشت زبره. ببین اینا ریشم هم تراشیدم. خدا مرگم بده. گفتی قباد چرا درازه؟ قباب هم عوض کردم، کت پوشیدم. اصلا نمیخوام دیگه حکیم باشی باشم. وا پس چی میخواییم باشی؟ شوهر انسیه، پدر احمد. من که هنوز نگفتم بله. شما بگین فهم، هم میگم نتنز. شما باید بگین فرزاد. اونی که همه میگن اگه بگین نتنز درسته. حالا اگه من نگم فهم شما چی کار میکنیم؟ چرا نگین؟ شما تنهایی، منم تنها. میتونیم با هم یه خانواده تشکیل بدیم. آی خدا مرگم بدی، مردم چی میگن؟ آخه من یه بچه دارم. میدونم، اون بچه هم پدر میخواد. شما اگه بگین فه، هم خودتون سر سامون میگیرین، همون بچه یه کسی رو داره که بهش بگه بابا. حکیم باشه، حکیم باشه، مردم اومدن شما رو میخواد. من دیگه حکیم باشه نیستم. حکیم هستی؟ بابا، میتونی به من بگی بابا؟ نه این چی میگه؟ راست میگه احمد جان، از این به بعد میتونی بهش بگی بابا. بابا چه خبرش رو کردیم؟ یه دقیق گوش کنیم چی میگه؟ من دیگه حکیم باشی نیستم. میتونین بهش بگین بابا. بابا جون تو دخالت نکن، برو تو اتاقو، برو شما هم باش بدین، بفرمین. من دیگه حکیم باشی نیستم، تشریف ببرین اون طرف تو صف پایسی. مرغم از تخم رفته، یه دعا بخون بهش بود کن. یه دعای باطل سهرم به من بده. خدا عجب دعای سفید بختی خودتون فرمودین. حکیم باشی به ما هم دعا بده. یه دعا به ما هده. نکنین، گوش کنین تا بهتون بگم. هر کی مریضه بره پیش دکتر، دعای من هیچ مرضی رو شفا نمیده. من اگه میتونستم با جادو جنبل کسی رو شفا بدم، اول واسه خودم میکردم. بس بسیدن بر رو بردارم به من نگاه میکنن. میگم بریم پیش دکتر. بابا این جادو جنبل های من هیچ دردی رو دوا نمیکنه، معجز نمیکنه. دروغ مگه؟ مگه یادتون رفته حکیم باشی؟ بابای من دم مرگ بود، شما نجاتش دادی. زن من 10 سال نازا بود، براش دعا نوشتیم بچه دار شد. دیگه از این کارا نمیکنم. دیگه حکیم باشی نیستم. میخوام برم زراعت کنم، یه لقمه نون حلال واسه خودم بخورم. یه دعا واسه پای چلاغ من بنویس، بعد برو زراعت بکن. این کوزه دیگه معجزه نمیده، یک دعا دیگه روش بنویس. معجزه میخوای؟ ها؟ بیا، اینم معجزش. بابا عجب شما مخلوقی هستین ها. میگم این چیزا بی اثره. حکیم باشی اینم بی اثره. لا 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 لا. خواهرا، برادرا، برین اون طرف آمپولتونو بزنین. حکیم باشی تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو خودت گفتی دکتر با این سوزن ها جن و پری میخوره تو تن آدم. برادر من با سوزن نمزنیم، ما سوزن نمزنیم، جن نمیشیم، نمزنیم. جن نمیشیم، جن نمیشه، جن نمیشیم، 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 جن نمیشیم. جنی نمیشین بابا، جنی نمیشین. صبر کنیم، من خودم اول میرم میزنم تا ببینین جدی نمیشین. بریم کنار بینا. چه؟ مرغ من دیگه تخم نمیکنه. آخه مرغ مصنوعی تخم میکنه. به خودت زیرش دعا نوشتی، مگه یادت نیست؟ خدا منو ذلیل کنه. بریم نقا بینا، بریم نقا. حکیم باشی، خیلی بکن.
صبر کنیم. آی ایو حناس، من شهادت میدم که آمپول هیچ کس رو جنی نمی کنه. اگه آمپولتون رو نزنین وبا میگیرین. هیچ تلسم و جادویی شما رو نمی کنه. این مرغ مسئولیت تخره نمی کنه. ننه بگی برگو حکیم باشی، لیلا خانم اومده با شما کار. حالا من حکیم باشی اومدم دور نافت. من دیگه حکیم باشی نیستم، من بابا شدم، تموم شدم. دیور آمپول بزن. آمپول صفر نه. من خیلی خوب، من خودم تنه میرم. از اون پنجره نگاه کنیم اینی چجوری آمپول میزنم. آقای دکتر معطلش نکن. یالا یالا بزن میرم، بزن میرم، بزن بزن تماشا کنم. بزن اینجا مطمئنی که جن تو تنم نمیره؟ دیه برده سینماهای ایران، هنرمند برگزیده مردم، موجی از شور و التهاب و هیجان می آفریند. آغاسی و آواز گرم و گیرایش، آغاسی و زندگی پر از نشیب و فراز و سرگذشت حیرت انگیزش. آغاسی بازگوینده هزاران حرف ناگفته از گذشته های دور و نزدیک در جدیدترین فیلم خود فاتح دلها. دو چشمات منو کشته، از این بستی درشته، دو موریم رشته، دلت مال برشته، به این لانه باقی ماشالله نیاد بند سراغه ایشالله. استقبال صمیمانه میلیون ها تن از آغاسی و موفقیت چشمگیرش بیشتر بدان جهت است که او هنر خیش را بی پیرایه و با خلوص نیت عرضه می کند. از صمیم قلب و روح آواز می خواند و در اوج شهرت در کمال سادگی به گذشته خود که خیلی از انسانهای موفق از باز گفتنش آر دارند اعتراف می کند. فکرشو نکن، هر کسی تو این دنیا یه سرنوشته. خدای شکر خانی گدا گوشت بار کردن. این از آغاسی، مرد گمنام دیروز و مرد محبوب و مشهور امروز. خدا بخواد همه کارا درست بشه. شما چقدر خوبی. مردی که تا پیش از موفقیتش همیشه فروتن و متواضع بود، غرور نداشت، پرمدعا و خودستانه بود و امروز نیز همچنان فروتن و متواضع است، مغرور نیست، بی ادعاست و خودستایی ندارد. ای والا به آغاسی، خیلی هم ممنون از آغاسی. و فاتح دلها نامی شایسته برای سومین فیلم او. فاتح دلها دو روزه عمر به غم خوردن میارزه نوالا، خوبه دلی از دستمون بلرزه نوالا. همیشه در اوج شهرت و محبوبیت تصورات و آرزوهای یک هنرمند با ترس و وحشت توام است. ترس از اینکه شهرت او را بفریبد و فریب خورده شهرت چه زود به گمنامی بازی گردد. شهرت زیادی چه فایده ای داره؟ آدم خونه نشین میکنه. ترس از اینکه احساس و هنرش به خاطر ثروت همچون یک کالا عرضه شود. شما خیال کردین هر کی هر کاری بکنه به خاطر پوله؟ بس چی؟ خیال کردی آدم آسمونجلی مثل تو رو برای چی به اینجور جا دعوت میکنن؟ برای اینکه آواز بخونه و پول بگیره. بگیر. و سرانجام ترس از این هنرمندی که با زحمت و رنج در تاریکی ها درخشید، به ناگهان در روشنایی ها به خاموشی درآید. پس فطرت بیشتر بدین سان است قصه که فاتح درها و بدین سان است که آغاسی می خواند. یه پیشونی اگه بخونی نبخشته، آب از سرم به خدا دیگه بودنشته، کجا فاتح دلها، قصه غم، قصه شادی، برگی از دفتر زندگی این مرد. آن حادثه که مرگ آفرید.
و آن برخورد شیرین که امید به ارمغان آورد. ای پرستوی ناز قشنگم، ای تو مهربون با دل تنگم، وقتی که دارم تو را کنارم، با هر غم و قصه می‌جنگم. نعمت الله آقاسی، نازنین، مهدوی، مرسی، توتیا، تهرانچی، رقاصه زیبا و هنرمند سوزی یاشار و کمدین محبوب میری در فیلم فاتح دلها. چطوره که این بچه رو تو به فرزندی قبول کنی؟ ها؟ من؟ مگه نه اینکه دکتر بهت گفته که تو بچه‌ت نمیشه؟ یواش بابا، تو که پاک عبروی من رو بردی که بابا. برو بیارزه. فاتح دلها را رضا صفایی کارگردان مشهور و توانا ساخته و سازمان سینمایی پانوراما افتخار عرضه آن را دارد. فاتح دلها. ای وای چه بلایی دور از دل مایی، با ما به از این باش که با قلب خدایی، خواهی و نخواهی آخر مال مایی، با ما به از این باش که با قلب خدایی. فاتح دلها. سلام علیکم. اوضاع چطوره؟ اچا نظر ریتیتی میزونه میزونه جون من. جون تو؟ جون امت. با ما به محفل جاهل ها بیاید. ای والا با ما به نوع کرام و گفتار جاهل ها گوش کنید. شاکره وظیفته. شب تو کافه میبینم. بیایید با آهای جاهل امشب حسابی حالی بکنید. تو که اهل عشقی شبا بیای کافه، تا نشید دست خسته و غم کلافه، اینا که میلرزه مرمر سینه هستش، سنگ شمس بیده قشنگ و نرم و صافه. در محفل جاهل رونق اگر نیست صفا هست، صفا هست، وفا هست. باش بیا، بالا یه تارمو دنیا رو با آتیش میکشم دخمه. تو دیوونه ای؟ تو دیوونم کردی. اگه همه مردم دنیا تو زندگیشون یکی دو بار پاشون توی ماجرای عشقی گیر میکنه، برای جاهل هر شب شب عشقه. برود یک جیگر تازه مساویس با یک ماجرای تازه، یک رقابت تازه، یک مبارزه تازه، و آخر سر بعد از آواز و رقص و کتککاری و سپردن زمانت توی کلانتری یک حال تازه. میمیرم برای هیکل. میمیرم اگه منو یاد بره با جاهل. عشقش قشنگه. خب بله. جاهل رقصش قشنگه. خب بله. جاهل لختش قشنگه. تو دند کفشی کف وقت باز جبار، چرا داری جاهل کنف میکنی؟ ببینم حالا اون لنگه کفشمو در میارم. آم در مجموعه ای از جالبترین، کمدیترین و شیرینترین ماجراها، رضا میرلوهی کارگردان جوان سینما مهارت و استعداد خویش را در یک فیلم جالب و دیدنی عرضه می کند. آقای جاهل. اگه یه دفعه دیگه عوضی افتادی یا دک و پوزت یه جا خورد میکنم. جون من. جون تو. جون اما. چه؟ در این شهر بزرگ ناگهان مردی از فشار پول، از فشار تشریفات، از فشار زندگی بی دغدغه و راحت، از دست زن قمارباز و همیشه خستش به تنگ اومد و دلش لک زد واسه یه چیزایی، واسه یه هم برات ناله و زاری کنم، گریه مثل عهر بهاری کنم، چقدر بیا در راست بشینم، ثانیه و دقیقه شماری کنم. در یک چنین روزهایی بود که این مرد بزرگ با این هیکل بزرگ راهی مکتب این استاد بزرگ شد. والا ما کل شاگرد داشتیم که روونه اجتماع کردیم که اکثریت قریب اتفاقشون الان یه کنج زندون خوابیدن یا پای اعدامن. خلاصه شاگرد رفوزه نداشتیم، اعدامی داشتیم ولی رفوزه نداشتیم. درس اول اون ادبیات به سبک جاهلی بود. اشتباه کردی. اشتباه کردی. تلف. تیل غراب. حالا یه خود قنش بیا. چه شکلی؟ چه ریخته. چه ریخته. این ریخته.
درس دوم پوشیدن لباس به طریق جاهلی و ورود به محفل جاهلان. این پدر عینهو که 100 سال جاهله ازش خوشت اومده. واه واه مگه توفیق نتنز. درس سوم شکستن سرهای ناز و غمزه و غر زدن طرف در حضور دیگران. اگه زن نبودی واسه خاطر بیمعرفتی تا را دک و پوز واسه باقی نداشته بودن. چه اگه مرد نبودی الان سر میزت نبودم. اون پشت رقیب سرشناس و صاحب عنوان میشه و سرانجام با بوسیدن در گلوفتی واقعا که بی نظیره. هنو هیچی نشده پشت میله ها. اون که در رو میشکنه تو هستی زخم زبونم میزنه تو هستی اون که برام یار نمیشه توی تو آتیش به جونم میزنه تو هستی. آقای جاهل نقش جالب دیگری است از همایون، هنرمندی که مهارتش در ایفای شخصیت‌های متفاوت از او چهره‌ای دوست داشتنی ساخته است. منتظرت میمونم. چقدر؟ هر چقدر تو اینطوره. اگه نشدی؟ خب میشم. اومدیم و نشدی. اگه نشدم هر کاری دلت خواست با من بکن. میکشمت. آقای جاهل همراه با نوستاره زیبا حاله، مرتضی عقیلی، نویا، آرام، گرجی و با هنرمندی بهرام وطن‌پرست. من فقط میدونم که دوباره بر میگردی سر وقت خودم. حسرت جونم، حسرت هرزه. زن هرزه لنگ همومه. از چیزی که عمومی شد چه انتظاری داری؟ اینم مثل اون شبایی که باهات بودم. بگیر. برای جاهل زندگی هیچ جا و هیچ وقت توقف ندارد. عشق‌های پشت سر هم، جنگ‌های پشت سر هم، گرفتاری‌های پشت سر هم ازش مردی می‌سازه که هر جا قدم بذاره مردم میگن جمال تو آقای جاهل. این تو بردی خانم ها، آقایان، پرویز صیاد. جوانان فاضل معلم خط هستن. خانم ها، آقایان، زری خوشگام، دختری که تمام محله به عشقش مبتلایند، دختر آقای وسواس دوله. من از دست این دختره ککل شدم. بر این مژده گر جان فشانم روان. شما غلط میفرمایید استاد. چی فرمودید؟ اطرافیه رو خالی کنید اما خیلی آروم. واجب الارضم، جسارت برای نسبت شما میخواستم بیام خواستگاری. خواستگاری؟ پرویز صیاد در فیلمی از علی حاتمی، خواستگار. چرا از من و شما بیده کسی نمیاد خواستگاری؟ من میخواستم خواستگاری کنم. از کی؟ از شما؟ ناخوانم اینا کیه؟ اون بابا باس مونس از سوشی؟ اون وقت این هیکل لاکر در بر زیر خربارها خاکره؟ شما اول باید چا رو میکندین بعد مینا رو میدزدیدین. خدا نصیب نکنه صد رحمت به طایفه یزید قربون سرپوش خریبه. زری خوشگام در فیلمی از علی حاتمی، خواستگار، نوزر آزادی. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن. الهی برید زیر دوگر خانم چی خواستم درست کرده؟ بهش گفتم بریم آب بیار بخورم دوغاب درست کرده. میخواد برو مفهوم کنه. رضا کرم رضایی. ما با همه از ایتالیا بریم زر پشار تو بگو. عنایت بخشی. خانم دیانا، برای اینکه معرفی بشید یه چیزی نمیگی؟ آبید ماشالله که یه ذر و نیم زبون داری. صادق بهرامی. حواظ آبگوشت گنجش کرد. خیال کردید آبگوشت آره. گنجش؟ من به چند تا گنجش که احتیاج دارم. با مرور در زندگی یک عاشق ساده دل، با تمام شکست هایش در طی 20 سال،
سماوت عشق و سماوت عقیده‌ای را کشف می‌کنیم که در این روزگار تحولات سریع همچون افسانه جلوه می‌کند. نقش تازه‌ای برای پرویز صیام. خواستگار، یک فیلم از علی حاتمی. موسیقی متن از اسفندیار منفردزاده، محصول گروه آزاد فیلم.